در آستانه روی کار آمدن رئیس جمهور جدید رژیم، 13 شخصیت برجسته در آمریکا و اروپا اعلام کردند روحانی چیزی از قماش همان حاکمان قبلی رژیم است. 13 شخصیت برجسته بین المللی شامل نیوت گینگریچ، رئیس پیشین کنگره آمریکا و کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات سال 2012، دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا، شهردار رودی جولیانی، تام ریچ اولین وزیر امنیت آمریکا، جنرال جیمز جونز اولین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما، جنرال جورج کیسی فرمانده پیشین نیروهای ائتلاف در عراق، ویلیام لیسی کلی نماینده کنگره آمریکا، فرماندار اد رندل رئیس پیشین حزب دموکرات آمریکا، فرانسیس تاونزند مشاور پیشین کاخ سفید، پورترگاس رئیس پیشین اطلاعات مرکزی، پاتریک کندی، اینگرید بتانکور و سناتور رابرت توریسلی طی مصاحبه‌های پیرامون انتخابات اخیر رژیم و روی کار آمدن آخوند روحانی تأکید کردند وی چیزی از قماش حاکمان قبلی رژیم ایران است. روحانی is not a change. It's a continuation of the regime. So it's Iraq and Iran, those governments that were responsible for these attacks. Short of Rouhani guaranteeing a separation of church and state. But he's still been a part of that regime for a while. And so he's an insider. How can we say that it's a moderate, a guy that is elected on the basis of taking out of election half of the population? به گزارش ایران نیوز آپدیت، این شخصیت‌ها خاطرنشان می‌کنند برخلاف گزارش‌های برخی از رسانه‌های غربی که بعد از انتخابات اخیر ایران برای میانه‌رو شدن رژیم ایران تبلیغ می‌کنند، چنین تحولی واقعی نیست. زیرا حسن روحانی مانند دیگر حکام شناخته شده ی رژیم است و پیش از انتخابات اخیر ایران به عنوان دبیر شورای عالی امنیت رژیم ملایان خدمت کرده است. روحانی یکی از 8 کاندیدایی بوده است که از مجموع 680 کاندیدا توسط شورای نگهبان و در واقع از سوی ولی فقیه مورد تایید قرار گرفتند. وی در سال 2003 مذاکره کننده اصلی اتمی رژیم ایران شد و به گفته خودش در پیشبرد برنامه اتمی این رژیم نقش فعالی داشته است. برخی از این شخصیت‌های بین المللی خاطر نشان کردند حتی اگر فرض کنیم که حسن روحانی نظرات متفاوتی داشته باشد، واقعیت امر این است که در رژیم ایران تصمیمات را ولی فقیه رژیم علی خامنه‌ای می‌گیرد و مخصوصاً در مسائل کلیدی مانند سیاست اتمی، روحانی قادر به تغییر مسیر نیست و خود وی نیز اعلام کرده که مطیع رهبر رژیم است.